سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 ماه جدی سال 1395 هجری خورشیدی است. نخست سرخط چند خبر. واکنش افغانستان در برابر توافق نشست مسکو درباره بیرون کشیدن نامهای شمار از رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد. انتقاد مجلس نمایندگان از آنچه که نبود سیاست خارجی روشن در حکومت میگوید. زخمی شدن یک عضو به مجلس نمایندگان در انفجار یک ماین کنار جاده در کابل. احتمالاً ما هدف بودیم، بدل از اینکه آقای صادق زاده و آقای دکتر سجادی 2-3 دقیقه قبل از ما گذشته. گشایش 7 اکادمی زمستانی موسیقی افغانستان از سوی انستیتیوت ملی موسیقی در کابل. با متهم شدن ایالات متحده آمریکا سوی رئیس جمهور ترکیه و پشتیبانی از گروه های حراس افغان و ویژه داعش در سوریه. مشروع خبرها. روسیه، چین و پاکستان در نشست در مسکو توافق کردند که نامهای شمار از چهره های مشخص رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیرون کشیده شوند. در اعلامیه مشترک این نشست، هدف از این تصمیم آسانسازی گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان گفته شده و شرکت کنندگان این نشست از گسترش نفوذ داعش در کشور نیز ابراز نگرانی کردند. در همین حال وزارت امور خارجه کشور از این تصمیم را تنها از صلاحیت های حکومت افغانستان می داند. ولی آریان گزارش می دهد. سومین نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان این بار در مسکو. در این نشست توافق شده است تا نام های شماره از چهره های مشخص رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد بیرون کشیده شوند. هیچ مرجعی بجز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اتباعی افغانستان در فهرست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز همین گونه است. این نشست بدون نمایندگی افغانستان برگزار شده بود. شرکت کنندگان این نشست از گسترش نفوذ داعش و از بدتر شدن اوضاع کشور نیز ابراز نگرانی کردند. روزم سر به جگری که د دولتو رابطه باید اساسی، نه د دولت او یو د غیر دولت. که چیرې دا کار وشي، د جګړې کې کامیابي د دوی په نصیب نه کیږي. روابط مسکو و تهران با طالبان در این اواخر متحدان غربی افغانستان را سخت نگران ساخته است. آنچه که ما را نگران می سازد این است که روسها با تماس های علنیشان با طالبان آنان را بیش از اندازه مشروعیت می بخشند. دیدگاه ما این است که تلاش های تمامی منطقه و جهان باید بر پشتیبانی از حکومت افغانستان تمرکز یابند. ماه پیش رئیس جمهور غنی از شورای امنیت ملل متحد خواسته بود که نام ملا هبت الله رهبر گروه طالبانی است در فهرست سیاه این شورا شود. در حال حاضر نام های بیش از 140 تن از رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی در فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد درج است. صریحا مداخله است در امور داخلی افغانستان و اهداف را روسیه، مخصوص روسیه، همکاری پاکستان با پیش میبره تا قضیه افغانستان مغلقتر بسازه و یک نوع ایالات متحده امریکا را که در موضوعات دیگه هم با او اختلاف داره به تنگنا قرار بده. بر راستی روسیه، چین و پاکستان نام های کدام چهره ها را از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد بیرون خواهند کشید؟ اوی دست طالبایی که برای منافع روسیه، ایران و پاکستان مفید هستند و در برابر سیاست های ایالات متحده و غرب و سیاست های حکومت مرکزی کابل قرار دارند، اونا را میخواهند که از لیست سیاه حذف بکنند.
بخشی از افغانستان در فصل زمستان نیز آرامش ندارند. با این همه باور متحدان غربی افغانستان به پیشرفت واشنگتن این است که مرکزهای طالبان و شبکه حقانی در خاک پاکستان و زیر اداره نظامیان پاکستان هستند. در روزهای اخیر هم مسکو و تهران گفتند که به گونه با طالبان در تماس بودند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان تصمیم گیری را درباره افغانستان در مسکو به حضور نمایندگان حکومت افغانستان سخت انتقاد می کند. اعضای این مجلس از حکومت می خواهند که در این باره نباید خاموش بماند. مجلس نمایندگان حکومت را نیز به نداشتن یک سیاست خارجی روشن متهم ساخته. کریم امینی گزارش می دهد. ضعف سیاست خارجی یا انزوای سیاسی؟ چین، پاکستان و روسیه درباره افغانستان و بی‌حضور کابل در مسکو جلسه کردند. متاسفانه ضعف دیپلماسی افغانستان است، سیاست خارجی مبدس رئیس جمهور است، حتی در روسیه هم من فکر میکنم کاکای رئیس جمهور و سفیر است. ما چرا نتونستیم در میز مذاکره حاضر باشیم؟ و پاکستان میگویند تو به خاطر که تخریب خود، تخریش خود، کسافتکاری خود بپوشانی این نشست در روسیه برگزار میکنی. کشورهای قدرتمندی مثل چین و روسیه را شما مداخله میتی. انگشت انتقاد به سوی حکومت. به باور اعضای مجلس، حکومت جای خالی افغانستان را در نشست مسکو پر نتوانسته است. از حکومت افغانستان، از آقای رئیس جمهور، از پروفسور دنیا، از نابغه دوم خواهش میکنیم که سیاست کشور را، سیاست امو خطوط اساسی سیاست کشور روان کنیم. تصمیم نهایی مجلس بر این شد که حکومت در این باره موضع روشن بگیرد. موضع حکومت افغانستان در قبال جلساتی که در مسکو دایر شده باید روشن از آدرس دولت و باید اعلان شود. کرملین پیش از این متهم شده است که میکوشد به طالبان گونه ای از مشروعیت بدهد. با این همه فکوری بهشتی یک عضو مجلس نمایندگان در یک انفجار ماین کنار جاده در کابل زخم برداشت. در این رویداد که صبح امروز در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد، پسر و راننده آقای بهشتی نیز زخمی شدند. آقای فکوری بهشتی آماج قرار گرفتن خودش تا کار دشمنان مردم افغانستان گفته. سمیم فرامرز گزارش می دهد. بامداد روز چهارشنبه یک انفجار هراس افغانان امنیت قلعه ناظر دشت برچی شهر کابل را برهم زد. این انفجار در نزدیک مسجد الزهرا در جای رخ داد که شمار بزرگی از مقامهای دولتی و اعضای پارلمان روزانه از اینجا می گذرند. اطلاعاتی که تا کنون در دسته است این است که یک ماین در اینجا جاسازی شده بود و هنگامی که موتر آقای فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان از اینجا میگذشت، این ماین منفجر شد و در این رویداد آقای فکوری بهشتی و پسرش که در این موتر بودند به شدت زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. دکانداران و دستفروشان نیز از انفجار در امان نماندند. ساعت 7:30 منطقه کراچی را فعال کردیم. ام ساعت 9 بجه مصرف کار بودیم یک سایه انفجار رو شدیم. در داخل دکان شده بودیم که یک دفعه صدا شد. صدا بود، ما در چوکی ها شده بودیم. از چوکی ها ما رو زد و در بغل میز خوردیم. هرچند پلیس درباره زخم برداشتن غیر نظامیان چیزی نمیگوید، اما گواهان رویداد میگویند که در این رویداد چندین غیر نظامی نیز زخمی شدند. یک بایسکل رانی که از ساحه عبور میکردن اینا زخمی بودند که نارو ما در موتر انتقال دادیم. یک موتروان که اونجا تیکسی وان بود امروز این زخمی شده بود. آقای بهشتی که در ناحیه کمر زخم برداشته است اکنون با پسرش زیر درمان است. احتمالا ما هدف بودیم به دلیل از اینکه آقای صادق زاده و آقای دکتر سجادی 2-3 دقیقه قبل از ما گذشته، ولی ما به منزل اونجا رسیدیم موترمون منفجر شد. ساعت 8:30 صبح بود. امرای پدرم میخواستن طرف پارلمان. در سر کوچه رسیدیم، مواد انفجار کرد و موتر منفجر شد. اعضای دیگر مجلس برای دیدن آقای بهشتی به این شفاخانه آمدند. کسانی که از نهادهای امنیتی سخت انتقاد میکنند. اینا باید گزمه‌های فعال داشته باشه، بخش‌های جنایی از اینا فعال باشه، استخبارات از اینا فعال باشه. این وظیفه اساسی دولت افغانستان و نهادهای امنیتی است که بالاخره برای تامین امنیت و برای دفاع شهروندان و مقامات سیاسی اقدامات جدی روی دست بگیره.
این بار نخست نیست که اعضای مجلس در کابل آماج حمله هراس افغانانه قرار میگیرند. هفته پیش 3 مهاجم انتحاری بر خانه میرولی نماینده هلمند در مجلس حمله کردند و 8 تن را کشتند و 8 تن دیگر را زخمی ساختند. 7 ماه پیش نیز شیرولی وردک عضو دیگر مجلس نمایندگان در انفجار ماینی که در برابر خانه‌اش جاسازی شده بود جان باخت. حقوقدانان و شماره از نمایندگان مجلس نبود معاون نخست رئیس جمهور را در دفتر کارش به زیان منافع ملی می دانند. این قانوندانان می گویند که حکومت باید به اتهام ها بر معاون نخست رئیس جمهور هرچه زودتر از راه های قانونی رسیدگی کند. در همین حال شماره از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه ها اوضاع کشور را بحرانی می دانند و رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه معاون نخست رئیس جمهور را به قومی اندیشیدن متهم می سازند. انیسا شهید گزارش می‌دهد. جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور یک سال پیش برای نخستین بار از بهر سهم ندادن به طرفدارانش در قدرت از رئیس جمهور غنی ناخشنود شد و بر وی هشدار داد که اشتباه حکومت‌های گذشته را تکرار نکند. ماه گذشته که بازداشت احمد ایشچی و اتهام‌های وی بر جنرال دوستم مطرح شدند، ظاهراً این رویداد بازگشت آقای دوستم را به پایتخت با بنبست روبرو ساخت. برخی از منابع میگویند که آقای دوستم بیشتر نگهبانانش را از کابل به جوزجان انتقال داده است. دوستان هم از این احساس رنجیدگی میکنه و میخواه که کاری خود با دولت روز به روز کمتر میکنه که فکر میکنم یک زیان بزرگ است برای حکومت وحدت ملی. شماری از نمایندگان مجلس نیز بر حل اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی از راه گفتگو تاکید میورزند. خلاف منافع ملی افغانستان است، باز تکرار میکنم جهان افغانستان شمول فکر نکردن. اما یک چیزی که من میخوایم بگویم که تشویش مردمم رفش ها فکر نکنم که به خاطر از انتقال میکنن که کدام بلوای صورت بگیره. او تا یک چیز امکاناتش نیست، اما ای که ناراض شدن ناراضگی همیشه رای حل داره. وقتی که یک کس یک پوزیشن یا انتخاب میشه یا انتصاب میشه، یک سلسله کارهای به او ارتباط میگیره که اینی صلاحیتایش است، مسئولیتایش است. صلاحیتای خود ممکن است بعضی وقتا کار نگیره، اما مسئولیتای خود به صورت حتمی باید انجام بده. جنرال دوستم بر لت و کوب، بازداشت و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش متهم است. حکومت در کار رسیدگی به این اتهام ها زیر فشارهای نهادهای داخلی و خارجی دفاع از حقوق بشر قرار دارد. هفتمین اکادمی زمستانی موسیقی افغانستان امروز گشایش یافت. در این جشنواره سالانه که سوی انستیتیوت ملی موسیقی برگزار می شود، دانش آموزان هنرجویان از سراسر کشور برای 8 هفته آموزش می بینند و برای راه اندازی کنسرت های بزرگ آمادگی می گیرند. در همین حال رئیس انستیتیوت ملی موسیقی می گوید که تا 20 روز دیگر یک گروه موسیقی 35 نفری دختران به اروپا سفر خواهند کرد تا با هنرنماییشان موسیقی اصیل افغانستان را به جهانیان بشناسانند. تمیم حمید گزارش می‌دهد. پشت این درها و دیوارها در جهانی از نواها و سازها بسر می‌برند. در اینجا از 6 سال بدین سو 250 تن هنر موسیقی را فرا می‌گیرند. یک ویژگی که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان داره اون 50% از شاگردای از این نهاد آموزشی را اطفال خیابانی تشکیل میدن. 6 سال است که اینجا با موسیقی همدم است. او و 15 همصنفیش می نوازند و برای رسیدن به تصویری که از آینده خودشان در ذهن دارند می کوشند. پرکاشن اولین بار است که در افغانستان آمده و ما کار میکنیم. ما اولین نوازنده پرکاشن هستیم. میخواهیم که در کشور خیلی وسعت بدیم. با نگاه های خاموش اما دستان پر از صدا تا 20 روز دیگر به چند کشور اروپایی میروند. اینان اعضای نخستین گروه موسیقی دختران افغانستان هستند. هزینه سفر هنری آنان به اروپا از سوی برگزار کنندگان نشست سالانه اقتصادی در شهر داوس سوئیس پرداخته میشود.
اولین کنسرتشان هم از این سفر هنری اروپا از این شهر داووس شروع میشه که به تعقیب از او اینا کنسرت های در شهر زوریخ، بعدش به شهر ژنو و بعد از او به طرف آلمان من به فرانکفورت و برلین و وایمر برنامه اجرا میکنن و دوباره به افغانستان برمیگردن. دنیای هنرآموزان این نهاد به همین گونه است. از این نشانه ها که برای بسیاری ما ناشناستند آغاز میکنند و رفته رفته به جای میرسند که ما بتوانیم زبان آنان را دریابیم. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا اتهام پشتیبانی از گروه داعش را بر خودش رد میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که ائتلاف جهانی ضد داعش بر رهبری ایالات متحده آمریکا از گروه های هراس افغان به شمول گروه داعش در سوریه پشتیبانی میکند. اما وزارت خارجه ایالات متحده با رد این اتهام میگوید که سخنان رئیس جمهور ترکیه مضحک هستند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور و ائتلاف زیر رهبریش در عراق و سوریه با گروه داعش در پیکار هستند و زیانهای بزرگی به این گروه رسانیدند. فکر نمی کنم کسی باشد که کارکردهای ما را در سوریه و عراق ببیند و نگوید که ما 100% به دنبال شکست دادن گروه داعش و نابودسازی آن هستیم. پیش از این رجب طیب اردوغان ایالات متحده را به پشتیبانی از گروه داعش و گروه های هراس افغان دیگر در سوریه متهم ساخته است. ائتلاف جهانی ضد داعش در آغاز می گفت که تا پایان در برابر گروه داعش خواهد جنگید و ما را به پشتیبانی از این گروه متهم می ساخت. اما این ائتلاف اکنون از گروه داعش و جنگجویان کرد پشتیبانی می کند. رئیس جمهور ترکیه بر پیشبرد سیاست های کشورش در سوریه تاکید می ورزد. به در نظر داشت آن که این ائتلاف به وعده هایش عمل می کند یا نه، ما با اراده راهمان را ادامه خواهیم داد و از آن بر نخواهیم گشت. این در حال است که ترکیه و روسیه به تازگی درباره اصول یک توافقنامه آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند. هرچند هر دو کشور در جنگ سوریه از طرف‌های متخاصم پشتیبانی می کنند. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. کمیته شرکسازی اسرائیل رای گیری را برای ساخت نزدیک به 500 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی به تأخیر انداخت. در آستانه سخنرانی جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره گفتگوهای سال میان اسرائیل و فلسطین، نخست وزیر اسرائیل به این کمیته دستور داده است که رای گیری را برای ساخت شرک تازه به تأخیر اندازد. ارتش ایران امروز موشک های S-200 زمین و هوای ساخت روسیه را در جریان یک تمرینات نظامی آزمایش کرد. ایران اخیرا نیز از بر بلند بردن توانایی های نظامیش موشک های S-300 روسیه را خریداری کرده است. دو سگ در پیرو صاحبشان را تا اتاق عاجل در شفاخانه امرایی کردند. صاحب این دو سگ با نوشیدن الکل بیهوش شده بود. سگهای وفادارش به اندازه نگران شدند و تا شفاخانه از او مراقبت کردند و به امرای صاحبشان وارد شفاخانه شدند. بعد از خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی. حساب‌های دلاری 9 بانک افغانستان با بانک‌های میانجی در منطقه بسته شدند. رئیس بانک مرکزی بسته شدن این حساب‌ها را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که این روند بر بازرگانی و اقتصاد در کشور اثرگذار خواهد بود. در همین حال شمار از آگاهان اقتصاد با ابراز نگرانی از بسته شدن حساب‌های دلاری در بانک‌های خارجی می‌گویند که در حال حاضر افغانستان با بدترین اوضاع روابط بانکی در جهان روبرو است. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. رئیس بانک مرکزی میگوید که به تازگی بانک کشاورزی چین که به شمول افغانستان معاملات دلاری شماره از بانک های کشورهای دیگر را انجام میداد، به علت معاملات مشکوک با پول های سیاه 250 میلیون دلار جریمه نقدی شده است. از چندین سال به طرف به کشوری که زیادترین مواد مخدر اینجا تولید به شما متهم به هستیم، فساد اینجا است ما متهم هستیم. بنان اونا را یک
چراغ سرخ برای زو هست که معاملات با افغانستان میتونه در قبال خود این چاره داشته باشه. این در حال است که به علت گردش پول های هنگفت سیاه در نظام پولی کشور، افغانستان هنوز هم در رده خاکستری گروه اقدامات مالی یا فتف قرار دارد و این کار سبب شده است که بسیاری از بانک های کشور به گونه مستقیم انتقالات پولی را به بانک های معتبر جهان انجام داده نتوانند. باز ما گزارش خدا برای جلسه بعدی فتف یا می گروه اقدامات مالی که در ماه جون جولای باشه پیش خواهد کردن. با اقداماتی که بانک مرکزی کرد تا جایی که به سیستم تعلق داره ما مطمئن هستیم که ما از امتحان ببریم. از سوی هم شماره از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت مشکلات اخیر بانک ها و افزایش روز افزون ناامنی ها در کشور، بسته شدن حساب های شماره از بانک های داخلی را در بیرون از کشور بسیار زیان بار می دانند. این موجودیت تولید بسیار سرسام‌آور مواد مخدر و ترافیک ازی سبب شده که جامعه بین المللی در مورد پولشویی در افغانستان تشویش داشته باشند و افغانستان در بدترین حالت مناسبات بانکی خود با دنیا قرار دارد. سه سال پیش به علت قرار گرفتن افغانستان در رده خاکستری خدمات بانکی جهان، کامرس بانک آلمان و شماره از بانک های معتبر دیگر در جهان بسیاری از حساب های بانک های افغانستان را بستند و این کار سبب شد که بانک های افغانستان برای انتقال پول هایشان به بانک های کوچک و میانه در منطقه حساب باز کنند. اما اکنون پس از افزایش نگرانی ها از افزایش پول سیاه در اقتصاد کشور، این بانک های کوچک نیز از ترس اینکه با جریمه ها روبرو شوند این حساب ها را بستند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی با 85 پول، یک یورو 69 افغانی با 80 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 20 پول، 1000 روپیه هندی 1020 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی با 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 617 افغانی. و بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. بنیاد منصور فقیریار در وزبان پیشین تیم ملی فوتبال کشور یک دور رقابت‌های انتخاباتی فوتبال را در شهر برمن آلمان برگزار کرده است. آقای فقیریار هدف از برگزاری این پیکارها را شناسایی چهره‌های برتر منسجم ساختن آن ورزشکاران افغانستان که در آلمان زندگی می‌کنند و نیز شناسانیدن واقعی این ورزشکاران به شهروندان آلمانی می‌گوید. در این دور از بازی‌ها 8 تیم از شهرهای گوناگون آلمان شرکت کردند. کمیته ملی المپیک تیم ملی فوتبال زر 23 سال المپیکی خود را معرفی کرد. بازیکنان این تیم از سوی کادر فنی فدراسیون فوتبال افغانستان شناسایی و به تیم ملی المپیکی کشور برگزیده شدند. رهبری بورد کرکت کشور به بررسی از کار ساختن میدان معیاری کرکت در کندهار پرداخت. بورد کرکت کشور کار ساختن این میدان ورزشی کرکت را که از نیان از سوی هند پرداخته می شود غیر معیاری می داند. برای آگاه شدن از تازه ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 458 بعد تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.